نکته دیگری که در این در واقع ده بند من باید اشاره کنم این هست که متاسفانه سیاست‌های نادرستی که مدیریت بازار در گذشته برای کنترل بحران در پیش گرفته بود متاسفانه آثار منفی خودش رو ظاهر کرد و یکی این بود که صندوق‌های درآمد ثابت رو مجبور به خرید سهام کردند. این سیاست کاملا غیرقانونی و کاملا خلاف عقل و خلاف شرع بود ولی متاسفانه صورت گرفت، مداخله شد در واقع صندوق‌های درآمد ثابت که اینها در واقع امانت مردم نزد اینها هست و اینها نباید اینها رو مجبور می‌کردن که برخلاف اون تعهدی که به سپرده‌گذار دارن عمل کنن. ولی این اتفاق افتاد و الان که سهام سقوط کرده خب برای این صندوق‌های درآمد ثابت هم مشکل شده و شما می‌بینید که بنا هست که سری اوراق تبعی رو در اختیار این صندوق‌های درآمد ثابت قرار بدن. چرا اینطور هست؟ چون نگرانی وجود داره مثل بحران 2008 آمریکا، الان هم نگرانی وجود داره که اتفاق بیفته. در بحران 2008 آمریکا وقتی بحران تشدید شد که یک عبارتی در بازار وال استریت هست که میگن breaks the buck، یعنی اوراق درآمد ثابت یا صندوق‌های درآمد ثابت به طور مشخص صندوق‌های درآمد ثابت نتوانستند ارزش اسمی خودشون رو حفظ کنند و متأسفانه سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته کار رو به اینجا کشونده و این افرادی که این سیاست‌ها رو انجام دادن و تصویب کردند به نظر من الان باید در پیشگاه سهامداران، در پیشگاه بازار سرمایه و ملت شریف ایران عذرخواهی کنند و برای همیشه از بازار سرمایه، لااقل از مدیریت بازار سرمایه باید برای همیشه خارج بشوند. توانایی ندارند و مردم اینو تشخیص دادند.